درود بر شما. 25مین قسمت از سری برنامه از مشروطه تا سکولار دموکراسی رو مشاهده میکنید. در این قسمت قصد داریم نقش گفتمانها در دوران گذار رو بررسی کنیم. در همین رابطه ابتدا با هم یک ویدیوی 10 دقیقه‌ای از دکتر نوریالا رو ببینیم و پس از اون به نشست آنلاین حزب سکولار دموکرات ایرانیان بریم و نظرات و پرسش‌های هموندان حاضر در این نشست رو بشنویم. ازتون دعوت میکنم تا انتهای نشست با ما همراه باشید. سلام دوستان، اجازه بدید که قبل از شروع سخن امروزم توضیح بدم که همه کوشش های من در این سلسله از برنامه ها به این خاطر که میبینم همه فعالان سیاسی حتی در داخل کشور در این باره صحبت میکنند که در راستای دفع شر از حکومت اسلامی ما باید خودمون رو آماده ورود به یک دوران گذار جدید کنیم. از نظر منم ما همین اکنون چه بخواهیم و چه نه داریم وارد دوران گذار جدیدی میشیم که بسیاری از مشخصات اون هر روز بیشتر از روز پیش بارز میشه و ما در این برنامه ها سعی میکنیم برای درک زیر و بم و پست و بلندهای عمومی یک دوران گذار خودمون رو به یه چارچوب تجربی و نظری مجهز کنیم و در همین راستا هم هست که میخواییم از حوادث گذشته و به خصوص بر حوادث دوران مشروطه در 100 سال اخیر تمرکز کنیم و درس بیاموزیم و ماحصل جستجوهای خودمون رو برای پیروزی در دوران گذار جدیدی که در پیش رو داریم به کار ببریم. با این هدف من در برنامه گذشته به 2 تا از ویژگی‌های دوران گذار که در دوران عادی انتقال و جابجایی قدرت وجود نداره اشاره کردم. یکی مسئله عدم قطعیت بود، یعنی دوران گذار دوران عدم قطعیته، و یکی هم پیدایش و افول چهره‌های جدید بود. و در پایان هم گفتم که میمونه یک ویژگی مهم دیگه که در برنامه آینده به اون خواهیم پرداخت. از نظر من این ویژگی سوم که به خصوص میتونه بر چگونگی پایان دوران گذار اثر بگذاره عبارت است از وجود یک گفتمان فراگیر که اگه وجود نداشته باشه برای شرکت کنندگان در فعالیت‌های مربوط به دوران گذار مقصدی دیگه جز به دست آوردن قدرت باقی نمیمونه و در نتیجه دوران گذار اغلب فقط به صورت جابجایی قدرت از دست یه عده به دست دیگه‌ای در میاد و همه هزینه دادن‌ها و خونریزی‌ها به هیچ نتیجه خاصی ختم نمیشه. مثلا در این راستا کافیه که برگردیم به 500 سال پیش و اسماعیل جوان صفوی رو ببینیم که در آذربایجان قیام کرده و با گفتمان ایرانی ها باید شیعه شوند دست به قیام و کشتار و جنگ زده. اون چی که تفاوت کار او رو با گردنکشان دیگر شکل میده داشتن همین گفتمان شیعیگریه که مثل یک موتور او رو به پیش میبره و نتیجه هش هم برقراری سلطنت خاندان صفوی میشه. یعنی تفاوت قیام اسماعیل صفوی با لشکرکشی ها و خونریزی هایی که در اون
دوران گذار فقط به جابجایی یه قدرت جدید می انجامه، اون بود که اسماعیل یک گفتمان جدید داشت که راهنماییش میکردن و در نتیجه اون بود که پایان دوران گذارش نه به صورت تکرار که به صورت به وجود آمدن یک وضعیت کاملا جدید خط شد. اما گفتمان ها میتونن به عکس خودشون هم تبدیل بشن. من در این مورد توضیح خواهم داد، اما قبل از اینکه از مسئله اسماعیل صفوی رد بشیم، این پرسش هم مطرحه که دلیل طرح این گفتمان شیعه‌گری چی بود و نتایج کارش رو باید چطوری ارزیابی بکنیم. خب البته میدونیم که در این مورد عقاید مختلفی ابراز شده، از جمله دو تا نظر مهم وجود داره. نظر اول میگه که ایتالیایی ها ونیزی ها که در معرض حملات عثمانی های ترکیه فعلی بودند و عثمانی ها تا دروازه های وین پیش رفته بودند، برای اینکه جلوی اونها رو بگیرن به این فکر افتادن که در شرق سرزمین عثمانی ها یه جبهه جدیدی به وجود بیارن و در نتیجه خاندان قرقویونلو رو عرض کنم که صفوی و اینها رو تشویق کردند که یک جبهه جدیدی در پشت سر عثمانی به وجود بیارن. اما چون عثمانی ها سنی بودند، لازم بود که این جبهه جدید شرقی از لحاظ ایدئولوژی ضد اونها باشه و همین امر موجب شد که گفتمان این قیام کنندگان گفتمان شیعه‌گری 12 امامی شد. نظریه دوم این بود که نه، صفویان ایرانی بودند، قصد داشتند بعد از حمله مغول ایران رو دوباره احیا بکنند و در این حال از عالم اسلام سنی جداش بکنند و به این دلیل به تشیع متوسل شدند. از این دو گمان زنی ها رو میشه ادامه داد، اما در این حال باید گفتش که ارزیابی نتایج واقعی این کار با آنچه که در گفتمانی که برای وصول به اون در نظر گرفته شده چگونه همخوانی دارن. مثلا در مورد صفویه ما میدونیم که بله، ایران احیا شد، ایران از عالم اسلام جدا شد، اما در این حال مذهبی رو پیدا کرد که تا همین امروز که 500 سال از اون روز فاصله داریم شده مذهب رسمی ایرانی ها، یعنی شیعه. اما با همین عینک برگردیم به دوران گذاری که بعد از صفوی پیش آمد نگاه کنیم و بکوشیم تا گفتمان این دوران گذار جدید رو هم از دل سیاست افغان ها و هم از سیاست های نادرشاه استخراج کنیم. نتیجهش میشه گفتمان برانداختن مذهب رسمی تشیع صفوی و تقلیل دادن اون به مذهب جعفری و قرار دادنش در ردیف 4 مذهب سنی. اما میبینیم که این بار این گفتمان توفیق چندانی نداشت و 70 سال بعد میبینیم که همون تشیع 12 امامی همراه با روحانیتش قوی تر از همیشه در صحنه ظاهر شده و تاج رو هم دوتا آخوند سر فتلیشا میگذاره. حتی میتونیم به امروز برگردیم، به سرگذشت همین رژیم موسوم به جمهوری اسلامی که 45 سال پیش به کمک گفتمان ولایت فقیه دو تا رقیب بزرگ، یعنی هم پادشاهی و هم سکولاریسم رو شکست داد و خودش بر تخت حکومت نشست. اما با گذشت 45 سال میبینیم که نتیجه اصلیش رویگردان شدن مردم از گفتمان این حکومت است. نتیجه‌ای که من میخوام از این تفاصیل بگیرم اینه که
وجود گفتمان در یک دوران گذار میتونه به مبارزات و تحرکات راستا بده، اما در بلند مدت تضمین چندانی برای اینکه همون گفتمان چگونگی دوران پس از گذار رو هم تعیین کنه وجود نداره، و یا اگر بخواد وجود داشته باشه مبارزه برای تحقق اون مستلزم دقت و شناخت ویژگی های دوران گذار و یک نوع برنامه ریزی شطرنجوار از جانب مبارزانه، و الا چه کسی میتونه بدون داشتن فکر و بدون داشتن دلیل قانع کننده تضمین بکنه که مبارزه با حکومت اسلامی مسلط بر کشورمون بی بر و برگرد مثلا به استقرار سکولار دموکراسی می انجامه؟ خب دوستان، اگر خاطرتون باشه دو سال پیش ما برنامه اون سال رو اختصاص دادیم به روزگار آلترناتیو و معتقد بودیم که ما وارد دیگه مرحله آلترناتیو سازی شدیم و باید ببینیم که یه آلترناتیو رو چطور میشه ساخت. این ما رو رسونده به امسال و ما برنامه در واقع این از مشروطه تا سکولار دموکراسی رو به این اختصاص داریم میدیم که دوران گذار چگونه خواهد بود، یعنی آلترناتیو اگر به وجود بیاد و دولت دوران گذاری رو انتخاب بکنه، این دولت گذار چه مسائلی رو داره. من فکر میکنم اینا خیلی مربوط هست به آنچه که الان در جامعه ما میگذره و این میتونه دهش حزب ما باشه به این ماجرا که حالا که میخوایم بریم وارد دوران گذار بشیم، این دوران گذار یعنی چی؟ کمتر راجع به این من دیدم بحث میشه. تا الان هم یعنی امروز سه تا ویژگی برای این دوران گذار بیان شده دیگه. یکی این که عدم قطعیت در سراسر اون برقراره، چهرهای جدید میان و میرن، نمیتونن پایدار بمونن، و بالاخره هم اگر که دوران گذار با وجود یک گفتمان همراه بشه، احتمال اینکه با شور و دقت بیشتری حرکت پیش بره وجود داره. اما وجود گفتمان تضمین نمیکنه که حتما به همون صورت هم دوران گذار به پایان برسه. نمونه هاش هم خدمتتون در گفتار آغازین خدمتتون عرض کردم. شروع میکنیم برنامه هماندیشیمون رو و از جناب شهرام عباسپور خواهش میکنم که صحبتشون بفرمه. ممنونم جان نوری علا. خدمتتون عرض کنم من از اونجایی که ما همیشه خودمونو حزب سکولار دموکرات آینده نگر معرفی کردیم و همیشه نگاهمون به آینده است، و همینجور الان وقتی که داریم صحبت میکنیم که به این نتیجه رسیدیم که ما الان هم همکنون در حال به اصطلاح وارد شدن به یک دوران گذار هستیم، اینه که داشتم به این فکر میکردم که زمان خمینی هم به هر حال با گفتمانش به عنوان بازیگر اصلی زمان خودش تونستش که جمعیتی رو به هر حال یک جامعه ای رو، حالا درصدش رو کاری نداریم، با خودش همراه بکنه. و من فکر میکنم که این مثل یک بازیکن شطرنج میدید که جامعه چه حساسیت هایی داره، به چه چیزهایی نیاز داره، و سعی میکرد که گفتمانش رو اون جوری به صلاح تنظیم بکنه که خورند جامعه اون موقع بوده. ولی من فکر میکنم ما به غیر از گفتمان باید به عمل کرد هم یه مقدار توجه بکنیم. مثلا فرض بفهمید که الیت جامعه، روشنفکران جامعه، گفتمانشون اگر با عمل کردشون یکی نباشه، خب الان همینه میشه که شما توی مثالهاتون هم آوردید که بعد از 45 سال یا حتی اون دوران 70 ساله‌ای که فرمودید، به هر حال
گفتمان و عملکرد با هم مطابقت نداشته. فرض بفرمایید که در طول این 45 سال خمینی گفتمانی که در فرانسه داشت برای مردم ایران، به محض اینکه اومد داخل ایران اصلا عملکرد چیز دیگه ای بود و کلا سیستم به نوعی تنظیم شد که تا به امروز هم ادامه پیدا کرده و همین الان هم در مناظره های تلویزیونی این آقایون وقتی که میبینیم دیگه مردم اعتمادی به اینا ندارن، برای اینکه واقعا اون گفتمان و عملکرد با هم تطابق نداره. ما اگر در طرف مقابل شاهزاده رضا پهلوی رو بخوام در نظر بگیریم، از روز اول به هر حال هر گفته‌ای که داشته گفتمانش جوری عملکردش هم بوده که شخصیتش رو اعتمادش رو در نزد مردم ایران ثابت کرده و به خاطر همینه که من فکر میکنم این دوران گذار رو مردم با اعتماد بیشتری میتونن به اون الیتی که توی این زمان عملکردشون رو هم دیدن و شاهد بودن بیشتر توجه بکنن، چرا که شاید به هر حال کسانی که شما فرمودید قطعیت نداره دوران گذار، ولی در همین دوران گذار ممکنه شخصیت‌های جدیدی که شما فرمودید که ممکنه بیان روی کار و دوران گذار رو در شرکت داشته باشن، ممکنه که در آینده مردم از همینها، از بخشی از اینها به خاطر شناختی که پیدا کردن نسبت به گفتمان و عملکردشون برای دوره بعد که قراره که حکومت مستقر بشه و دارای قانون اساسی بشیم و مردم پای صندوق‌های رأی برن، ممکنه که این انتظار باشه از اشخاصی که بخوان در بعد از دوران گذار هم مسئولیت‌هایی رو قبول بکنن بنا به تجربه‌ای که از اون افراد پیدا کردن. نمیدونم این در واقع شاید به نوعی سوال بود، می‌خواستم ببینم که من درست فکر میکنم به نظر شما این هم میتونه گفتمان و عملکرد با هم در این دوران گذار نقش داشته باشن. ممنونم. بله، البته من فکر میکنم که یک کمی باید روی تعریف و معنای گفتمان دقت بکنیم. گفتمان خمینی همه حرفاش که نبودش، که میگفت باید در ایران جمهوری اسلامی برقرار شه. حالا گاهی میگفتن آقا جمهوری اسلامی چیه؟ میگفت یه چیزی مثل همین جمهوری فرانسه. آمدش در ایران گفتش که آقای چیز گفت جمهوری دموکراتیک اسلامی بذاریم، آقای بازرگان. این گفت نخیر، جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر. گفتمانش گفتمان جمهوری اسلامی بود بدون اینکه توضیح بده که چی هستن. و برای اینکه اون چیزی رو که در ذهنش داشت و نمیگفت اجرایی بکنه، به قول خودش خودم کردش این وسط. بنابراین در تشخیص اینکه گفتمان یه شرکت کننده در دوران گذار چی هست، کمی باید دقت داشته باشیم. شاه اسماعیل گفت ایرانی ها باید شیعه بشن. حالا این شیعه شدن یعنی چی؟ میتونستش انواع و اقسام تعبیرها رو داشته باشه. الان هم شاهزاده رضا پهلوی میگه که ایرانی ها باید سکولار دموکرات بشن، یا حکومت آینده ایران باید سکولار دموکرات بشه. مجاهدین میگن نه خیر، ما قبول داریم سکولار دموکراته، اما در این حال باید حکومت اسلامی دموکراتیک باشه. اصلاح طلب ها میگن که اصلا عیبی نداره همین حکومت جمهوری اسلامی بمونه، اما ما میایم ولایت فقیه رو ازش برمیداریم. ببین هر کدومشون دارن گفتمان خودشون رو بیان میکنن، ولی چقدر این گفتمان با کردارشون میخونه، به نظر من نمیشه این راه رو پیدا کرد که واقعا آقا تو که گفتی چنین چیزه چرا اینگونه عمل کردی؟ برای اینکه من میگم من یه چیز کلی گفتم، شما اینجور برداشت کرده بودی. به هر حال من خواستم بگم که ما فراموش نکنیم که داریم وارد یه عصری میشیم که یک گفتمان دیگه وجود نداره. زمان خمینی همه جا زده بودن، گفتمان خمینی شده بود گفتمان اصلی حرکت.
زمان شاه اسماعیل هم همه جا زده بودن، شمشیر کشیده بود، گفته بود اگر خون تا رکاب اسبم بیاد من آدم میکشم، همه باید شیعه بشن. اما الان اینطور نیست، ما داریم وارد دوران گذار میشیم با گفتمانهای مختلف. نمیگم پرهیز میکنم از برنامه های مختلف بگم، برای اینکه برنامه اون چیزیه که شما دارید بهش اشاره میکنید، یعنی اون عمل کردی که باید انجامش بدیم. در حد ما به عنوان سکولار دموکرات ها، ما داریم به این دوران گذار یه گفتمانی رو ارائه میدیم. حالا این گفتمان ما چگونه میخواد گفتمان مسلط بشه، رقبا رو کنار بذاره، ملت ایران گفتمان ما رو بپذیرند، این بستگی به این داره که ما چگونه وارد عمل سیاسی بشیم. ما هم که میگم دیگه به حزب خودمون اکتفا نمی کنم، به سکولار دموکرات های ایران که در احزاب و گروه های مختلفی هستن. عرض کنم که آی سایی بفرمایید. ممنونم آقای دکتر. البته شما یه بخش اعظمی از محفظی که من خواستم صحبت کنم و فرمودین، ولی حالا باز من با زبون الکن خودم تعریف کنم. اینکه از نظر من با فرمایشات که شما گفتید، اینکه گفتمان تعریفش بیشتر یک سیستم مترجم برای من دیده میشه، به نوعی که شما یک اکت سیاسی که میخواد اتفاق بیفته رو میایید به زبان گویش یا زبانی که مطرح است در جامعه مطرحش میکنید، و این تعریف که شما وارد کردید در اون فضای سیاسی عملا رو میکنه، این مثال یک بعض رو میکنه ریشه دووندن در اقشار مختلف جامعه، تو سطوح مختلف با فهم و ادراک های مختلف، و نهایتا باعث میشه که قسمت های مختلف جامعه به صورت یک پارچه و به یک سمت و سوی حالا حرکت کنن یا طرفداری کنن از اون سمت و سو، و عملا نیروشون و اون رأیشون رو در سبد اون گفتمان و اون به قول سیستم سیاسی قرار بدن. و به نظر من چیزی که اهمیت خیلی پیدا میکنه و ما در شورش 57 نداشتیم این بود که همونطور که شما فرمودین شفافیتی وجود نداشت در گفتمانی که ایجاد شده بود، و به طور یک چیز خیلی مبهمی جمهوری اسلامی تعریف شد، و هم الان هم که ما بعضا میبینیم مصاحبه های اون زمانی که حالا از طریق تلویزیون و اینا انجام شده بود، خیلی ها گفتن که ما اصلا نمیدونیم جمهوری اسلامی چی هست و باید به چی رأی بدیم، آری یا نه جواب یک رفراندوم برای یک همچین مسئله به مهمی نیست. و اینکه به نظر من الان در وضعیت کنونی که ما در یک گذار اجباری داریم قرار میگیریم و فی‌الواقع نتیجهش از ریزش و از بین رفتن جمهوری اسلامی قرار حالا اتفاق میفته، حالا یا به دست مخالفین یا به خود رژیم از هم پاشیده بشه، اتفاقی که میافته اینه که ما الان چند تا گفتمان در پیکره سیاسی و خصوصا تو بخش اپوزیسیون در مقابل جمهوری اسلامی داریم، اما اینکه شفافیت در کدوم یکی از این گفتمان ها بیشتر هست، کدوم یکی از این گفتمان ها پاسخگوتر هستند افرادی که مطرحش کردن، اینها به نظر من اون پوینت ها و نقاط تعیین کننده هستش که کدوم گفتمان میتونه اون اکثریت و اقبال مردمی رو به دست بیاره. چیزی که من دارم تا الان میبینم، هنوز کمپین سکولار دموکرات ها به نظر من به واسطه اون شفافیتشون، به واسطه اون تعریفی که از اون گفتمانشون دارن و اون تطابقی که با قولی شرایط کلی جهان و کشورهایی که مترقی هستند و دارای دولت‌های مترقی هستند، اون تطابقی که وجود داره، تصورم این است که گفتمان سکولار دموکراسی
گفتمان غالبی خواهد بود که در آینده ایران نقش اصلی رو بازی میکنه و به نظر من بازم مهمترین قسمتش هم این هستش که تنها گفتمانی هست که به تمام اقشار سیاسی و تفکرات دیگه اجازه بازی میده. یعنی اگر سیستم آینده بر مبنای سکولار دموکراسی بنیان گذاشته بشه و اجرایی بشه به طور واقعی، اون وقته که احزاب دیگه، تفکرهای دیگه، چه داره حالا ایدولوژی یا بدون ایدولوژی، میتونن بیان در بخش اجرایی اون نظریات خودشون رو مطرح کنن، به میزان رأیی که میگیرن در پارلمان قدرت بگیرن و بیان اون فکرهایی که دارن در رابطه با ساخت جامعه، در پیشبرد جامعه عملی کنن. در صورتی که ما میدونیم که تو گفتمانهایی که بعضا به سمت ایدولوژیک سوق پیدا میکنن، این شانس وجود نداره. از من تمام. ممنونم. بله، خیلی هم متشکر. منم امیدوارم که واقعا گفتمانی که بتونه این جریان گذار رو به سامانی برسونه، گفتمان سکولار دموکراسی باشه. ولی هیچ وقت هم نباید فراموش بکنیم که ما در دوران عدم قطعیت داریم حرکت میکنیم و ممکنه که رقبای دیگه‌ای برنده بشن یا تو خود سکولار دموکرات ها کسانی باشن که خودعه کنند و وقتی که به قدرت رسیدن مثلا با دموکراسیش موافقت نکنند. اینه که یه بازیش دائمیه که در دوران گذار باید انجام بشه. خانم سارا فرزان بفرمایید. من فکر میکنم که یه مقدار ما باید در رابطه با خود مبحث گفتمان بیشتر در واقع صحبت میکردیم و بعد میگفتیم این گفتمان گذار الان دقیقاً مد نظر ما چه هست. اگر گفتمان دوره گذار رو به عنوان یکی از شاخصه های دوره گذار داریم تعریف میکنیم، خب اون وقت ما باید به این دقت بکنیم که چه گفتمانی غالب هست در جامعه و آیا این گفتمان غالب در جامعه با گفتمانی که رهبران تغییر یا گذار یا اون دولت گذار با هم همپوشانی دارن یا نزدیکی دارن چقدر میتونه به هم کمک کنه؟ خب ببینید، من شخصا خودم فکر میکنم که با توجه به اینکه جامعه ما یک جامعه‌ایه که تجربه شکست دین در سیاست رو با گوشت و پوست و استخونش لمس کرده و نسل جوانی که میخوان از این عبور بکنن و به اون مدرن شدن به معنای واقعی برسن، یک نزدیکی بین گفتمان غالبی که در جامعه امروز وجود داره که همان گفتمان آزادی، رفاه یا همان گفتمان برای یک زندگی معمولی است یا همان گفتمانی که بدون این که فلسفهش مطرح بشه از زبان تک تک مردم، عامه مردم ما داره مطرح میشه که دین باید برگرده به خانه و جامعه باید بر اساس قانون مدیریت بشه. این یک گفتمان غالبی که الان در جامعه هست. حالا اگر این گفتمان غالبی که در جامعه معترض امروز ما وجود داره با گفتمان غالب اپوزیسیون هماهنگ بشه، اون وقت میشه بگیم که این دوره گذار رو میتونه کم هزینه تر بکنه بابت مشکلات و اون اختلاف و تنش‌هایی که ممکنه به وجود بیاد. حالا هر چقدر دولت گذار، هر چقدر در واقع اون دوران گذار که مد نظر ما هستش، چه پیش از گذار، چه در دورانی که این دولت گذار داره این رو مدیریت میکنه، هر چقدر گفتمان اونها با گفتمان غالب در جامعه نزدیکی داشته باشه، اون وقت میشه گفتش که این دولت گذار هزینه های کمتری رو خواهد داد. حالا چطور این رو میتونه؟ من خودم شخصا فکر میکنم چون در دوره گذار باید
یه سری تغییراتی از بال با اینکه عدم قطعیتیه، ولی یه سری از تغییراتی که از بالا به پایین در واقع اعمال میشه در اون مرحله خاص، چون هنوز بحث دموکراتیک بودن هیچ کدوم از مؤلفه ها وجود نداره، فقط یک اعتماد، یک مشروعیت قلبی و ذهنی هست. اون وقت هستش که اگر این گفتمان ها به هم نزدیک باشه در دوره گذار، ما میتونیم بگیم که این تغییرات خیلی راحت تر اعمال میشه و مردم خیلی قشنگتر این رو خواهند پذیرفت. بنابراین گفتمان غالب در جامعه در حال گذار باید هر چه بیشتر نزدیک باشه به گفتمانی که دولت گذار یا اون گروهی که مدیریت این دوره گذار رو در دست میگیرن با همدیگه هر چقدر فاصلش کمتر میشه، میشه گفت دوره گذار شرایط بهتری رو در واقع از شرایط بهتری برخوردار خواهد بود یا کمتر اون هزینه ها رو خواهد داد. من استنباطم اینه که اون گفتمان غالب برنده است و چون این گفتمان غالب امروزه از زبان مردم داره گفتمان جدایی دین از سیاست هست، شاید گفتمان غالب پیروز گفتمان سکولار دموکراسی باشه. سپاسگزارم. امیدوارم شما درست بگید. من همچنان بر با عینک عدم قطعیت به مسئله نگاه میکنم و تضمینی جز خوشبینی در این مرحله ندارم. ما خیلی دارایی هایی داریم که دیگرون ندارن. ما گفتمانمون تطابق داره با آنچه که مردم میخوان. عرض کنم که شاهزاده رضا پهلوی این گفتمان رو تایید میکنه، نمایندگی میکنه، اونای دیگه ندارن همچی چیزی رو و خیلی مسائل دیگه. ولی بازی قدرت تنها بازی گفتمان که نیستش، که به خصوص وقتی که تعدد گفتمان ها وجود داشته باشه. ولی خب منم در واقع به عنوان یه سکولار دموکرات همین آرزو رو دارم. خانم سپیده قیاسمند. سپاسگزارم. خب آقای دکتر، مطلبی که در مورد نقش وجود یک گفتمان در مبارزات نیروهایی که درگیر هستند در دوران گذار مطرح کردید، خب مطلب بسیار روشن کننده و به نظرم خیلی مهم بود، به ویژه اینکه اشاره شما به وجود گفتمان اصلی سکولاریسم در کنار تعدد گفتمانهای ناشی از اون مثل سکولارهای سوسیالیست، سکولارهای لیبرال، سکولارهای پادشاهی خواه، سکولارهای جمهوری خواه و سایر سکولارها. خب اگر اشتراک نظر در مورد سکولاریسم به تنهایی رو کافی ندونیم، باید در بین گفتمانهای احزاب سکولار مختلف بتونیم یک مخرج مشترک پیدا کنیم که این سوسیالیست ها و لیبرال ها و پادشاهی خواهان و جمهوری خواهان و غیره رو علاوه بر اشتراک نظرشون در مورد سکولاریسم از جهات دیگری هم به هم دیگه پیوند بده. حالا سوال اینه که آیا این کار از نظر شما ممکنه و احتمالاً اجزای دیگر این مخرج مشترک صرف نظر از سکولاریسم چه چیزی میتونه باشه؟ سپاسگزارم. بله، عرض کنم که کاملا درسته. ما سکولارهای مختلفی داریم، سوسیالیست داریم، لیبرال داریم، نمیدونم انواع اقسامش رو. ولی من فکر میکنم که شاید به همین علت هستش که در طی این 45 ساله وقتی که دور هم جمع میشدن میگفتن که بیاییم مثلا یه توافقنامه، یه مرامنامه برای کارمون بنویسیم، مثلا خود همین این پیماننامه عصر نو که ما در سال 2012 نوشتیم و بر اساس اون جنبش سکولار دموکراسی اعلام موجودیت کرد، مثلا نگاه بکنیم 30-40 تا ماده تو هر کدوم اینا هستش. وقتی که یه جمعی میان و یک مسئله توافقنامه رو ارائه میدن که 30 تا مطلب داره، احتمالش که دیگرون با یه بیشتر مواد این اختلاف نظر داشته باشن بسیاره.
به همین دلیله که من فکر میکنم که مثلا شاهزاده رضا پهلوی عاقبت انقدر نشسته فکر کرده تا اینکه میگه که گفتمان ما سه تا عنصر بیشتر نداره، یکیش سکولار دموکراسیه، یکیش تمامیت ارضیه، یکیش مبتنی بودن بر اعلامیه جهانگستر حقوق بشره. یعنی میبینید دیگه سکولاریزم اینجا تنها نیست، کسی که میخواد بیاد در چنین ائتلافی که ایشون بهش اسمش گذاشته ائتلاف مشتاقان میخواد وارد بشه باید تمامیت ارضی ایران رو قبول داشته باشه، اگه قبول نداشته باشه نمیتونه بیاد. باید سکولار دموکراسی رو قبول داشته باشه، اگه بخواد حکومت مذهبی ایجاد بکنه نمیتونه بیاد، تجزیه طلب نمیتونه بیاد. یعنی که به نظر من این محورهای سگمونهی که ایشون مطرح کرده جلوی اون احتمالات رو میگیره و یه چتر وسیع‌تری رو باز میکنه که سکولارها با انواع و اقسامی که دارن بتونن زیرش قرار بگیرن. ولی یک نکته عمده به نظر من اینه که همه این سکولارها در واقع باید بتوانند گفتمان خودشون رو یا ایدئولوژی خودشون رو تبدیل به برنامه کنن. یعنی هممون سکولاریم، حالا دموکراسی هم مستقر شده، اما هر کدوم تو حزب خودمون هستیم. حالا باید بشینیم بگیم که ما برای آینده کشور خودمون چه برنامه ای داریم. مردم بیان نگاه بکنن بگن آقا ما 6 تا حزب سکولار داریم، همشون سکولارن، همشون هم دموکرات هستن، اما برنامه هاشون چیه؟ هر کدوم میخوان چه بلایی سر این مملکت بیارن؟ انتخابشون بکنن، 4 سال هم بهشون وقت بدن، اگر که موفق نشدن یا خرابکاری کردن مردم حق داشته باشن که بتونن برنامه دیگه رو ارائه بدن. بنابراین من فکر میکنم که میشود این شرط سکولار بودن و دموکرات بودن رو وسعت داد و چتری رو فراهم کردش که در ظل اون همه این سازمان ها بتونن حضور داشته باشه. خب نفر بعدی بازم آقای شهرام عباسپور هستن، بفرمایید. سپاس مجدد. من یه مطلبی رو که الان باز بعد از صحبت دوستان به خاطرم اومد که شاید بهش اضافه بکنم، این که به نوعی ما بارها بین خودمون صحبت کردیم که این دوران گذار میتونه خیلی مهم باشه برای دوران بعد از پس از گذار، یعنی برای استقرار اون به اصطلاح حکومتی که بعد از دوران گذار قرار مستقر بشه. اینکه صحبت از گفتمان غالب شد، اینکه مردم ایران الان گفتمان غالبشون سکولار دموکراسی هست، خب ما به این نتیجه رسیدیم، ولی برای دوران پس از گذار به هر حال ما برای تعاملات جهانی هم ما این دوران گذار برامون خیلی مهمه، که چون دولت‌های جهانی هم چشم بستن، همونجور که آقای مکرون میگفت که ما با کی باید بریم صحبت بکنیم، به هر حال ما الان میبینیم که دولتی که بر افغانستان مستقر شده بعد از مدت‌ها سر کار بودن ولی هیچ کدوم از کشورهای جهان به رسمیت نمیشناسنش، برای اینکه امروزه خود جهان را هم همچین تفکری رو، همچین سیاست و همچین حکومتی رو نمیپسنده. باید به هر حال حکومتی باشه که دنیا بدونه که میتونه با این حکومت تعامل بکنه، به خصوص کشوری مثل ایران که ما میدونیم در چه نقطه ای از خاورمیانه قرار گرفته و هم از شمال هم از جنوب هم کشورهای همسایه. اینه که به هر حال من فکر میکنم ما یه مقدار در مورد این شرایط دوران گذار خیلی بیشتر باید روی انتخابمون دقیقتر و حساستر باشیم که حداقل به دنیا هم بتونیم نشون بدیم که مردم ایران با این مبارزاتی که تا به الان در مقابل یک حکومت ایدئولوژیک اسلامی مبارزاتشون رو به دنیا نشون دادن، از این به بعد چی میخوان برای استقرار حکومت بعدی، چه انتظاری دارن. اینه که من فکر میکنم واقعا برای ما خیلی مهمه که این دوران گذار رو
الان دیگه همینجور که شما و دوستان اشاره کردید، بین گزینه های مختلف امروزه دیگه با چشم باز و با بعد از 45 سال جا انداختن گفتمان سکولار دموکراسی و الان هم دوستان به انواع سکولاریسم و حتی انواع دموکراسی های مختلف در جهان، اینه که مردم الان میتونن انتخاب بکنن که واقعا دموکراسی اسلامی میخوان، سکولاریسم از نوع مثلا ملی مذهبی میخوان. اینه که الان من فکر میکنم این دوران گذار ما باز هم نسبت به همه اون تاریخی که شما از گذشته برای ما تشریح کردید تا به امروز، امروزه برای ما این دوران گذار از همه دوره های تاریخی به نظرم خیلی مهمتره. ممنونم. بله کاملا درست میگید، ولی این عدم قطعیت طوری سایه خودش رو میندازه روی دوران گذار که سخت پیش بینی کردن اینکه نهایتاً چی خواهد. هممون باید تلاش بکنیم که گفتمان ما برنده بشه و اون حکومتی که به وجود میاد شکل و شمایلش بر این الگو ساخته شده باشه. ولی مسئله غیر، من همیشه فکر میکنم که مثل اینکه شما سوار یک کشتی بشید، بزنید به اقیانوس و آمدن وارد یک طوفان بشید، یعنی نترسید از طوفان، برید در دل طوفان. وقتی که اونور از طوفان رد شدید و رسیدید به مثلا منطقه آرام اقیانوس، تازه میشه نگاه کردش که این طوفان چه بلایی سر این کشتی آورده و این کشتی آیا اون چیزی هستش که ساکنان کشتی میخواستن یا نه. به نظر من توجه و آگاهی مردم در این مرحله خیلی مهمه. ببینید توی مغرب زمینی که ما داریم زندگی میکنیم، آدما میدونن که بزرگترین اسلحه‌ای که دارن این رأیه که تو جیبشونه، و این رأیه رو اگر در آوردن انداختن تو صندوق باید پای لرزش هم بشینن، برای لااقل 4 سال باید پای لرزش بشینن مثلا. بنابراین میشینن شبی که باید برن این رأی رو بندازن تو صندوق، انواع محاسبات رو میکنن. این کاندیداهایی که آمدن، این گفتمانهایی که دارن ارائه میدن، یا در جهان غربی دیگه از سطح گفتمان آمدن به سطح برنامه هم هست، برنامه هایی که ارائه میدن، نقشه هایی که میگن که قصد دارن برای مردم ارائه بدن، چقدر درسته، چقدر صادق هستن، سوابقشون چیه. یعنی غربی عادت کرده به این که از این تنها اسلحه ای که دموکراسی بهش داده نهایت استفاده رو به نفع منافع خودش بکنه. اما شما نگاه بکنید که در سال 57 ملت ما صاحب رأی شد دیگه، قراره که یه حکومتی رو بندازن، یه حکومت جدیدی رو مستقر بکنن، برای استقرارش هم قراره که صندوق رأی رو بذارن و همه هم با اشتیاق میخوان برن رأی بدن. اما واقعا آیا در این شرکت در رأی دادن فکر کرده بودن که دارن به چی رأی میدن؟ میدونستن که جمهوری اسلامی که آقای خمینی میگه چیه؟ یعنی به نظر من نمایشی از بی اطلاعی، نمایشی از ناآگاهی نسبت به سرنوشتی که 4 تا 5 تا نسل رو ممکنه بسوزونه، فقط به خاطر عدم آگاهی در لحظه چه این اتفاقی رو افتاده.